الله 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 يا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سید الانبیاء و المرسلین بحث درباره اقسام و انواع مواضع بود عرض کردم موضع حداقل به دو معنا تا اینجا به کار رفته یک معنا همانی بود که قبلا مطرح شد یعنی اصول و قواعد عامی که مشتمل بر یک سری مشهورات است یعنی در واقع این موازه عنوان عام هستند که مشتمل و به تعبیر دیگر مشیرند به یک سری مشهوراتی به بیان دیگر برای اینکه که ما بخوایم مشهورات را دستبندی کنیم چون ابزارهای ما هستند میخوایم اینها را هر یک در جایگاه و در یک موضع متناسب قرار بدیم تا به موقع بتوانیم هم اینها را به سهولت حفظ کنیم و هم به سهولت از این موازه استفاده کنیم اما معنای دوم موزه یعنی مجموع مباحثی که در بحث جدل مطرح می شود مرحوم مصنف عرض کردم که عملا در واقع داره موزه را به مطلق و مقید تقسیم می کند موضع مطلق اون موازه است که در واقع بحث بحث جدلی است ولی عنوان خاصی ندارد اینها می شود مباحث جدلی و در واقع چون مشتم در واقع تهدیه عنوان خاصی نمی گنجد این سنخ مباحث رو می شود تحت عنوان مواضع مطلق مطرح کرد اما یک سری مباحث باز هم بحث های جدلی هستند ولی تحت عنوان یک سری مواضع مقید قرار می گیرند مرحوم مصنف این سنخ مباحث رو ابتدا محدود می کنند به چهار عنوان بعدا سه عنوان دیگر هم اضافه می کنن و بعدا اشاره می کنن که تا بیست عنوان هم بیان کردهاند. این عملا بیانگر این است که مجموع مباحثی که در جدل مطرح میشه در واقع می توان این گونه بیان کرد که مقید به عنوان خاصی هم لزوما نیستند بلکه فراتر از این بیست مسئله هم خواهد بود همان گونه که در جلسه گذشته از ارسطو بیان کردم عرض کردم که ارسطو حداقل 22 عنوان بحث رو مطرح کرده حالا علی ای مرحوم مصنف تلاش داره یک سری از مباحث مربوط به جدل رو تحت چهار عنوان مندرج کنه و خلاصه کنه در چهار عنوان میفرمایند مجموعه مباحثی که در جدل مطرح میشه اگر محمول این بحث رو یعنی هر یک از این مباحث رو جداگانه در نظر بگیریم هر یک از اینها مشتمل بر یک قضیه است شما یک قضیه رو در نظر بگیرید رابطه این موضوع و محمول این قضیه ابتداعا از دو حالت خارج نیست یا مساوی هم هستند یا مساوی نیست اگر موضوع و محمول با همدیگر رابطه تساوی داشته باشند به نحوی که هر دو به صورت کلی بر همدیگر صادق باشد این دو صورت داره اونجایی که با همدیگر رابطه تصاوی دارند یا بیانگری ماهیت اشیا هستند یا نیستند اگر بیانگری ماهیت اشیا بود و رابطه هر دو هم مساوی بود این می شود حد اشیا این محمول می شود حد موضوع از باب مثال شما انسان رو در نظر بگیرید انسان با حیوان ناطق انسان با حیوان ناطق رابطه تساوی داره و حیوان ناطق که محمول است برای انسان در واقع هم رابطه تساوی داره و هم بیانگری ماهیت انسانه بنابراین این سنخ مباحث اگر در جدل مطرح شد اینها تحت عنوان کلی حد مطرح خواهد شد در جلسه گذشته توضیح دادم که برخی از مباحث حد را عرستو و به طبع عرستو ابن سینا در مباحث جدل مطرح کرده لذا برخی از مباحث حدود بحثای جدلی هستند منتها اینها مباحث جدلی اما جدل به اون تعریفی که عرستو بیان میکنه جدل با اون تعریفی که ابن سینا بیان میکنه نه جدل با اون تعریفی که مرحوم مصنف بیان کرده مرحوم مصنف جدل رو تقلیل میدهد به غلبه بر خسم به مناظره به منظور اسکات و مغلوب کردن خسم در حالی که جدل بنابر تعریف ابن سینا بنابر تعریف ارستو و بنابر منابع ارستویی که سراحتا مطرح کردهاند شامل مباحث علمی هم می شود یعنی برخی از مباحث هرچند بحث های یعنی غرض اسکات خصم نیست غرض غلبه بر نیست در این حال بحث های جدلی است بنابراین بحث جدل در نگاه ارسطو و ابن سینا اختصاصی به بحث غلبه و مناظره و اسکات و افهام ندارد لذا یک سری از مباحث مباحث تحت عنوان حد مطرح میشه در بحث جدل اگر شما مثلا میگید که آیا عرض کردم از باب مثال تو این مثال رو میزنه نزاع داریم با هم دیگر که آیا خداوند از باب مثال میتوان از ظالم باشد یا نمیتوان از ظالم باشد این بس دقیقا متوقف بر این است که ما دو نفر توافق کنیم ظلم یعنی چی؟ تعریف کنیم پس بحث های مربوط به تعریف اگر یک مجادل از طرف دیگر میخواد که این اصطلاح رو تعریف کنید اگر از او خواهان تعریف حدی یک مسئله می شود بیانگری این است که نگاه هر دو هرچند بحث بحثی جدلی است در بستر جدل مطرح میشه در فضای جدل مطرح میشه ولی بحث لزوما بحث جدلی به اون معنایی که مرحوم مصنف میفرماید نیست بلکه بحث می تواند سبقه علمی داشته باشد الا الا یوهالین پس یک سری مباحث جدلی مباحث مربوط به حدود اشیا هستند یعنی هم حمل می شود بر موضوع و همین که رابطه این محمول با موضوع تساوی است و همین که این محمول بیانگر ماهیت موضوع است اگر چنین بود این سرخ مباحث تحت عنوان مباحث حدود در جدل مطرح میشه دوم اون جایی که رابطه هر دو تساوی است ولی بیانگری ماهیت نیست بیانگری ماهیت نباشد این می شود اعراض منتها قبلا عرض رو تقسیم کردیم حداقل به سه قسم از مجموع مباحثی که در بحث های قبلی مطرح شد اعراض یا مساوی با معروضه یا اهم یا اخص از این سه دسته خارج نبود اگر اعراض اعم باشد و اخص باشد اینها رابطه تساوی با موضوع نخواهند داشت انسان و ماشی مساوی نیستند نمیتوان گفت که کل ماشین انسان اگر اخص هم باشد نمیتوان بنابراین نمیتوان گفت که کل انسانین کاتب مثلا کل انسانین کاتیب یا کل انسانین فرض بفرمایید که بالفعل شما عالم در نظر بگیرید کل انسانین پزشک مثلا اینها چون اخصن اعراض اخصی از موضوع هستند لذا اینها هم در واقع رابطه تساوی با موضوع ندارند بحث ما دقیقا اونجا است که این عرض مساوی با موضوع باشد رابطه عارض و معروض تساوی داشته باشد مانند انسان و تعجب انسان و ذهن در نظر بگیرید بنابراین میتوان گفت هر انسان زاهک و هر زاهک انسان است چون رابطه هر دو مساوی است ولی در عین حال این عارض بیانگری ماهیت معروض نیست این در واقع این سنخ مباحث اگر بحث ما از این سنخ مباحث بود در جدل اینها مباحث مربوط به رسم خواهد بود بنابراین برخی از مباحث تعریفی باب جدل بحث های حدی هستند دو طرف اختلاف دارد در تعریف حدی اشیا و برخی مباحث دیگر مربوط می شود به تعریف رسمی اشیا هر دو اختلاف دارند که رسم این شیء واحد چیست اختلاف در رسم بنابراین جدال هر دو بر سر تبیین رسم این شی است این اونجایی که رابطه محمول با موضوع مساوی باشد حالت دوم اونجایی است که رابطه محمول با موضوع مساوی نیست اینه که مساوی نباشد یعنی اعم و مثلاً مثلا حالا خوا محمول عام باشد خوا موضوع عام باشد حالا یه حالین این دو تا رابطه عام و خاص داره رابطه تساوی ندارن موضوع و محمول این هم دو صورت داره یکی اونجایی که محمول در جواب ماهو مطرح می شود می آید قابل طرح این می شود جنس یا در جواب ماهو قابل طرح نیست اونجایی که قابل طرح در جواب ماهو باشد می شود جنس جز نسبت به نو عام این حیوان نسبت به انسان اهمه چون اعم است پس رابطه هر دو مساوی نیست این گونه نیست که بگیم هر حیوان انسانه همان گونه که هر ماشی انسان نبود بنابراین این می شود جنس بیان به تعبیری که در بحث تعریف مطرح شد و در بحث کلیات مطرح شد این هم بیانگری ذاتیات اشیاست در جواب ماهو مطرح می شود یعنی وقتی از انسان میپرسیم که الانسان ماهو میتوان گفت حیوان مثلا یا حیوان ناطق یا حیوان زاهیک یا اگر بنابر این که تعریف به اعمم جایز باشد میتوان گفت حیوان پس علا ای حالین در جواب ماهو مطرح میشود حیوان در نتیجه اگر اختلاف ما در چنین بحثی بود در باره شیعی بود که رابطه تصاوی در باره محمولی بود در باره مسئله بود که رابطه تصاوی با موضوع نداره اما در جواب ماهو واقع می شود این سنخ مباحث مربوط به جنس می شود یک بحث دیگر را که زیل عنوان رابطه جنس مطرح می کند بحث است مربوط به فصل می فرمایند که فصل هرچند در بحث کلیات مطرح شد که فصل به لحاظ مستاقی با نوع رابطه تصاوی داره یعنی انسان با ناطق مساویه این اونجا مطرح شد ولی در بحث جدل چون نگاهی کلانتری دارند ما مباحث رو میخوایم دستبندی کلانتر ارائه بکنیم بر این اساس فصل همون به اصطلاح جایگاهی را نسبت به موضوع داره که جنس نسبتی به نوع داره حیوان چطوری نسبت به انسان اعم بود فصل هم نسبت به انسان اعمه توضیح این که فصل فصل انسان رو شما در نظر بگیرید ناطقون ناطقون یعنی مدرک کلیات مدرک کلیات هرچند به لحاظ مستاقی مساوی است با انسان یعنی هرچی انسان در عالم خارج یعنی فعلا ما انسان رو مساوی میدانیم با ناطق مدرک کلیات انسانی که دارای عقل باشد برخورداری از عقل انسان بالغ عاقل این میشود مدرک کلیات اما مدرک کلیات اصلا و ابدا اختصاصی به انسان نداره مدرک کلیات شامل خداوند میشه مثلا شامل مجردات هم می شود مجردات هم مدرک کلیاتند هم بنابراین مدرک کلیات بودن یعنی ناطق رو اگر شما تعریف کنید به مدرک کلیات مدرک کلیات اصلا اختصاص به انسان نداره بلکه شامل غیر انسان هم می شود لذا اگر شما بخواید انسان رو تعریف کنید انسان را اگر تعریف کنیم بر اساس این مسئله نباید بگیم انسان ناتقون حیوان و ناطق مثلا حتی چرا؟ چون ناتقون در واقع مانند این است که شما انسان را تعریف کنید به حیوان تعریف به اهمه تعریف انسان به ناتیخ هم تعریف به اهمه نه تعریف به اخص و نه تعریف به مساوی به دلیل این که شامل مجردات هم می شود در نتیجه اینجا اگر بخوایم تعریف دقیق از انسان ارائه بکنیم بر اساس باب جدل بحث ما بحث تعریف در باب کلیات نیست بحث مباحث معرف و حجت نیست که قبلا مطرح شد در باب جدل اگر بخوایم انسان رو تعریف کنیم همان گونه که در تعریف انسان می حیوان اکتفا نمی کردیم ناطق رو می به عنوان فصل اینجا باید بگیم انسان عبارت است از حیوان ناطق مائت می میره تا مجردات رو خارج کنیم و اگر ما رو نیاریم شامل مجردات هم میشه ملائکه هم از همین ویژگی برخورداره فرشته هم از همین ویژگی برخورداره پس باید یک فصل ممیز اضافه کنیم که تا این تعریف اختصاص پیدا کنه به انسان و اون فصل مختص مایت بودن قابلیت برای مردنه مثلا بنابراین مردن یعنی در واقع چون جسم داره انسان مردن به عنوان جدایی روح از بدن و چون مجردات بدن ندارن پس مردنی به این معنا هم ندارن پس مردن به این معنا یعنی مفارقت روح از بدن اختصاصی به انسان داره در نتیجه اگر بخوایم انسان رو تعریف دقیق بکنیم بر اساس مباحث جدل باید بگیم ناطق مائت تا مجردات خارج بشه مجردات مائت به این معنا نیستن حالا الا یه حالین میخواستیم این عرض کنیم که چون اینجا ناطق یعنی فصلی که در بحث کلیات مطرح شد و در باب تعریف مطرح شد اون فصل در اینجا دقیقا همون جایگاه و منزلتی را دارد که جنس در اونجا داشت جنس چگونه اعم بود اینجا هم همون فصلی که اونجا مطرح شد اعم است نسبت به موضوع بنابراین ناطقون نسبت به انسان اعم در نتیجه همان حکمی را که جنس داره حیوان داره همون حکم رو ناطقون داره در نتیجه تعریف به حیوان تعریف, به تعریف انسان به حیوان تعریف به جنسه تعریف به اعمه تعریف انسان به ناطق هم تعریف به اعمه حالا حالا یه حالی میخوایم ارز کنیم اگر ما یک سری مباحثی راجع به محمولاتی داریم که اینها مساوی با موضوع نیستند، حیوان مساوی با انسان نیست ناطقون هم مساوی با انسان نیست بنابراین ما در اینجا فصل منطقی را که فصل دانسته می شود و مساوی بود به این معنا نداریم همون فصل منطقی در اینجا می شود جنس حالا علایه حالین تمامی محمول هایی که اعم باشند از موضوع و در جواب ماهو واقع شوند اینها می شوند جنس بنابراین بخشی از مباحث باب جدل مربوط می شود به چیستی اجناس اشیا بحث در این داریم که جنس این اشیا چیست آیا اینها اجناس قریبن یا بعید آیا اینها اجناس هستند یا اجناس نیستند این سنخ مباحث و این سنخ پرسش ها مربوط می شود به باب اجناس در جدل بنابراین این اگر دو نفر با همدیگر اختلاف داشت در این باب این مباحث مربوط میشه به باب اجناس در جدل این سه تا بحث پس تا اینجا مباحث مربوط به جدل رو در سه باب خلاصه کردیم حد و رسم و جنس و اما اون جایی که رابطه موضوع با محمول تساوی نیست و در جواب ماهو هم واقع نمی شود یعنی محمول ما در جواب ماهو واقع نمی شود مانند اون جایی که محمول عرضه ولی نه عرضی مساوی بلکه عرض عام یا عرض خاصه مثلا از باب مثال شما ماشی را برای انسان در نظر بگیرید شما کتابت بالفعل را برای انسان در نظر بگیرید شما فقاهت بالفعل را برای انسان در نظر بگیرید هرگز رابطه فقاهت با انسان تساوی نیست بلکه خاصه یعنی برخ از انسان ها برخی برخ از انسان ها کاتب بالفعلند برخی از انسان ها مثلا فرض بفرمایید که پزشکن یا معلم مثلا در نتیجه اینها میشوند اعراض خاصه انسان پس یک سری مباحث دیگر داریم که اینها مربوط می شود به اعراض خاصه موضوع باب جدل پس این سنخ مباحث که مربوط می شود به محمول هایی که رابطه شون با موضوع مساوی نیست در جواب ماهو هم واقع نمی شود یعنی این گونه نیست که اگر بپرسیم انسان چیست بگوییم مثلا ماشین غلطه انسان ماشی نیست انسان علاوه بر انسان حیوان ماشی است مثلا نمی توان اگر پرسید که الانسان ماهو گفت کاتبون بالفعل فقیهون بالفعل معلمون بالفعل مثلا نمی شود چرا چون اینها اعراض خاصه هستند بنابراین اینها در جواب ماهو واقع نمی شوند ولی علا ای حالین برخی از مباحث جدل مربوط به این سنخ مباحثه در نتیجه این سنخ مباحث مربوط می شود به اعراض خاصه در نتیجه می توان گفت مباحث مربوط به جدل یا مباحث مربوط به حد یا مباحث مربوط به رسم یا مباحث مربوط به جنس یا مربوط به خاصه این مجموعه چهار بحثی است که در باب جدل مطرح میشه یعنی مجموعه مباحثی که بنابر به اصطلاح دیدگاه مرحوم مصنف به چهار باب خلاصه می شود بنابراین دو تا شخص مجادل اگر با همدیگر جدال کنند در یک از این چهار باب با همدیگر جدال خواهند داشت یا در همه اینها یا در یک از اینها منتها روشنه که حصری همه مباحث جدل و محدود کردن اونها به چهار بس کاملا نارواست خیلی از مباحث دیگر داریم که در این چهار باب نمی گنجد باب بحثی از مثلا فرض بفرمایید تشابه و انظار مساوی نظائر بابی از تقابل مثلا بحثی از تقابل اشیا اینها کجا می مثلا خیلی از اون مباحث که ارسطو مطرح کرده در این مباحث نمی گنجد. لذا مرحوم مصنف در ادامه مجبور میشه سه تا باب دیگر رو هم اضافه کنه بعد که سه باب رو اضافه میکنه در ادامه میفرماید که مثلا برخی از اون مباحث مثلا باب ابطال یا اثبات این دوتا مشتمل بر 20 تا بحث دیگه بر مشتمل بر 20 موضع دیگره که حالا موضع خیلی فراوان خواهد شد حالا اینا بحث است که انشاءالله در ادامه عرض خواهیم کرد و اینها بیانگر اینه که مرحوم مصنف مباحث جدل را گونه که خودش شاکی بود از برخی منطقدانان که چرا این به این مباحث توجه نکردند خودشون توجه کرده ولی خیلی مندمج و خیلی مختصر و در واقع آنچنان که بایسته و شایسته است این مباحث رو مطرح نکرده است حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم و نحنو لعجل ان نزع و ما برای این که وز کنیم خلاصتا لعب خلاصه برای ابحاث منطق دانان یعنی تمامی بحث های منطق دانان را به صورت یک فهرست در بیاریم های کلی مباحث جدل را برای شما بیان کنیم و فهرستن لمباحث فی هاذ الباب و فهرستی یک جغرافیایی، یک خلاصه دورنمایی از تمامی بحث های جدل برای شما ارائه کنیم نسل و هم، طریقه اونها رو میپیماییم فی تقسیم در تقسیم یعنی در واقع این تقسیم را که عمدتا ابن سینا انجام داده و بعد از ابن سینا دیگران هم مثل خاجه و علامه هلی در جوهر نزید به نحوی همین تقسیم را انجام دادن اما عرض کردم در جلسه گذشته که برای فهم این بحث بهتره به خود عرستو مراجعه کنیم قسمت عمده از جلد دو و بخش کوچکتری از جلد سه منطقه ارستو عملا اختصاص یافته به بحث جدل و مفصل این بحث رو پرداخته و اگر به اون بحثی که من در جلسه گذشته اشاره کردم عنایت داشته باشید در واقع سر عنایتی اکثری ابن سینا و ارسطو به این بحث به خوبی پیداست که چرا ارسطو این همه برای بحث جدل اهمیت قایله دلیلش همینه که بحث جدل در یونان جایگاه و پایگاه بسیار مستحکم و قوی دارد نگاه اونها به جدل اون نگاهی نیست که مرحوم مزفر در این کتاب داره فنقول ان المحمول محمول یعنی مسئله یعنی اون مسئله ای که در جدل مطرحه اما ان یکون موضوع فیل این اکاس در انعکاس مساوی است یعنی حمل در حمل هر دو با همدیگر مساویه به نحوی که میتوان گفت کل موضوع محمول و کل محمول موضوع مثلا و اما ان لا یکون یا نه این گونه با همدیگر تساوی ندارند و اول اون اولی که با همدیگر مساوی لا یخلو عن احد امرین از دو صورت بیشتر خارج نیست اما یکونه دالن علی الماهیت یعنی اون جایی که محموله که مساوی با موضوع است دال بر ماهیت هم هست و دال علی الماهیت احد و شیعین و دال علی الماهیت احد و شیعین و آنچه که دلالت میکند بر ماهیت اشیا دو چیزه حدون او اسمون یا حد یا اسم حد یعنی تعریف حدی مثلا انسان حیوان ناطق اسم بگیم انسان انسانه مثلا که تکراری همین اسم مثلا و اسم ساقتون عن الاعتبار هنا و اما اسم که بگیم مثلا این تقی و نقی زید و عمر بگیم زید تقیس مثلا یا این یکی نقی مثلا اینها برای ما کارایی نداره اینها در واقع کافی نیست یا بگیم انسان انسانه مثلا این هم دال بر ماهیت ولی برای ما مفید اطلاعات نخواهد بود این تکرار همون موضوع مثلا لانه لان حمله على الموضوع حمل این محمول انسان انسانون حمل لفظی لا حقیقی این در واقع هم یک نوع تعریف لفظیه این مانند این است که مثلا در تعریف شیر مثلا بگیم که اسد از باب مثال یا اسد رو تعریف کنیم به شیر مثلا هر دو رو در زبان فارسی در نظر بگیرید فلا یتعلق بهی غرز المجادل غرز مجادل به این تکرارهای لفظی تعلق نمیگیره جدلی هم بدون دنبال این نیست که الفاظ رو صرفا تکرار کنه مجادل هم به دنبال این است که در واقع بحث معرفتی میان هر دو مطرحه نگاه هر دو به بحث جدل هم نگاه معرفتی است فین حسر الدال على الماهیه اونی که دلالت بر ماهیت میکند منحصر میشود فی الحد فقط بنابراین اونی که تصاوی دار محمولی که مساوی با موضوع است و دال بر ماهیت موضوع است میشود حد بنابراین سنخی از مباحث جدل مباحث حدی خواهد بود ب ان لا یکون دالا علی الماهیت اون به اصطلاح محمولی که مساوی با موضوع است دال بر ماهیت نباشد و یسم هنا خاصتا به اینجا به این به محمول خاصه میگویند و قد یسم ما ایسا رسما یا خاصه یا رسم لانه یکون موجبا لتعریف الماهیت این هم موجب تعریف میشه تعریف انسان به زاهک مثلا تعریف انسان به متعجب از باب مثال اینها موجب تعریف میشن ل تعریف الماهیت منتها تعریفا به تمییز ها اینها موجب تمیز میشه یعنی بیان بیان نکردید که انسان یعنی چی بلکه صرفا گفتید که انسان این گونه خاصی است که مثلا بقر نیست این گونه خاصی است که مثلا فرس نیست چون اونها تعجب نداره مثلا ذهن نداره اما ها تمیز میده این ماهیت رو از ماعدای این ماهیت این بحثایی است که در بحث تعریف و حد تبیین شد و ثانی اونجایی که مساوی نباشد محمول با موضوع لا یخلو ایضا ان احد امرین این هم از دو صورت خارج نیست ان یکون واقعا فی طریق ماهو این که محمول در جواب ماهو واقع بشه و یسم ماهونا جنسن در اینجا بهش جنس میگویند و جنسو به هاذ الاصطلاح یشملو الفصل به اصطلاح باب الکلیات جنس به این معنا شامل فصل هم میشه چرا چون عرض کردم آنچرا که اونجا فصل مینامیدیم در اینجا هم جایگاه جنس رو داره یعنی اینجا در واقع از منظر یک جدلی فصل هم مانند جنس اعم است نسبت به موضوع از لا فایده تتسحرو فی الفن بین الجنس الفصل زیرا که تمایز نهادن بین جنس و فصل در باب جدل مفید فایده نخواهد بود و این نماکان کان الفصل من اقسام مالایس به مساوی للموضوع چون فصل هم در اینجا از اون اقسام است یعنی از اون محمول های است که مساوی با موضوع نیست لیس به مساوین للموضوع فلانهو به حسب مفهومه و ذاته زیرا که فصل به حسب مفهوم نه به حسب مصداق خارجی بمفهومه بالذاته و بالقوه یمکن ان یقع علی الاشیاء المختلفة بالحقیقه همان گونه که جنس یختلف و یحمل علی اشیاء مختلف بالحقیقه حیوان هم بر انسان حمل میشود هم بر فرس و هم بر مثلا بقر که اینها انواع مختلفة الحقیقه هستند به همون میزان ناطقون هم حمل میشه بر اشیای مختلف بر انواع مختلفه الحقیقه انسان نوعون و فرشته هم نوعون آخر مثلا هر دو ناطقون یمکن ان یقع یعنی ان یحمل على الاشیای مختلفه بالحقیقه و این کان فعلا لا یقع هرچند این فصل یعنی ناطق برای انسان در نظر بگیرید لا یقع الا علی الاشیاء المتفقة الحقیقه هرچند از نظر ما ناطق تنها بر انسان حمل میشه کی شیءی در واقع مصادیق متفقة الحقیقه هستند چون همه انسانند مثلا فان الناطق مثلا لا یقع فعلا الا علی افراد الانسان فعلا ناطق تنها بر افراد انسان حمل میشه ولی واقعا این گونه نیست ولاکنه بالقوه و بحسب مفهومهی همین ناطقون بالقوه و به حسب مفهوم مفهوم یعنی مدرک کلیات اگر مدرک کلیات بگیریم میبینیم که ملائکه هم مدرک کلیاتن مجردات همگی مدرک کلیاتن خداوند هم مدرک کلیات است یس له لصدق علی غیر الانسان بر غیر انسان هم صادقه لو کان له نطق اگر برای اون غیر انسان نطق باشد یعنی نطق به همین معنا مدرک کلیات مثلا فلا یمتنه فرض و صدق این ناطق علا غیر الانسان ممتنه نیست که بر غیر انسان هم صدق بکند فلم یکن مفهوما مساویا للانسان بنابراین ناطق مفهوم مساوی با انسان نیست بلکه یک مفهوم است عام از انسان و به هاذا الاعتبار یسمى هنا جنسان. هن. از این جهت فصل هم همون حکمی را دارد که جنس داره بنابراین اینجا تمامی مباحث مربوطی به جدل منحصر می شود به چهار بحث در واقع مباحث مربوط به فصل خارج شد دو ان لا یکون واقعا فی طریق ماهو اونجایی که محمول مساوی با موضوع نیست و در طریق ماهو و در جواب ماهو هم واقع نمی شود و یا ما عرزن به این قسم می گوین عرز عرض کردم که این اختصاص داره به اون اعراضی که یا اعمن از موضوع یا اخص والعرض شامل للعرض العام و للعرز الذي هو اخص من الموضوع هم شامل عام میشه و هم اخص از موضوع از ان کل منهما، هما زیرا که هر یک از این دوتا چه اعم چه اخص غیر و مساوی للموضوع یعنی انسان نه مساوی با ماشیست و نه مساوی با فقیه مثلا کما انه غیر واقع فی جواب ماهو در جواب ماهو واقع نمیشه اگر شما سوال کنید که ما ماهو نمیتوانیم توانیم بگوییم ماشین از بابی مثال نمی توان گفت ناتقون از بابی مثال و علا حاضا فالمحمولاتو اربع فالمحمولاتو عربعتون. محمولات می شود چهار گونه که حدون و خاصتون و جنسون و عرزون محمولات اربعه یعنی مجموع مباحث مربوط به جدل منحصر می شود به چهار بس منتها ارز کردم که یه مقدار مرحوم مصنف موضع رو اینجا مشخص نمی کند که مقصود از این موضع اون موضع قبلی نیست اینجا موضع یعنی مجموع مسائل مربوط به جدل که امکانی تر در باب جدل داره حالا چرا ایشون اینها رو اختصاص داره به حد و رسم و خاصه و اینا و مباحث دیگر رو مطرح نکردن ارز میکنم که چون تو قسمت عمده ای از مباحث مربوط به کلیات و بحث تعریف را در کتاب جدل مطرح کرد لذا بحث جدل چون اختصاص نداشت به یک سری مباحث خاص و بسیاری از مباحث مربوط به کلیات و از جمله بحث های تعریف در باب جدل مطرح شد لذا منطق دانان هم عمدتا بخشی از مباحث مربوط به تعریف و کلیات را کلیات خمس را در باب جدل مطرح کردند اقتداءا د ارسطو ولی واقعا آنچرا که مرحوم مصنف تعریف کرد با این دستبندی خیلی جایی ندارد. لذا خودشون هم قانع نمیشه در ادامه میاد توصیه میده توصیه های فراوانی در ادامه مطرح خواهد شد که انشالله در جلسه آینده مطرح میکنم و اما نو این چند سطر رو هم بخونیم و اما نو این که نو کجا بود جایگاش فلا, فلا و محمولا اینجا نو محمول واقع نمیشود لان موضوعات مباحث جدل کلیاتون مباحث مربوط به جدل مباحث کلیات اما سنف یعنی در واقع بحث بحث کلیات نه بحث بحث نو یعنی در واقع اون جایی که محمول ما نو باشه نو مثلا چون دلیلش این است که نو یا محمول برای افراد واقع میشه زیدون عمرون و تقیون مثلا انسان افراد متفقت الحقیقه اگر این گونه باشد اینها بحث ما در موضوعات جزئی نیست و یا برای اصناف واقع میشه مثلا فرض بفرماید یه سنف خاص علما انسانه کاتبان انسانن مثلا خیاط ها انسانه و چون نو معمولا محمول برای این دو موضوع واقع میشه یا برای جزئیات یا برای اصناف علا ای حالین هر دو از موضوع جدل خارجه لذا نو نمیتواند سنخ از مباحثی بش و اما الن فلا یقع محمولا لانه اما ان یحمل علی الشخص او علی الصنف چون نو یا حمل میشود بر شخص زید انسان تقی و نقی انسان مثلا او علی الصنف یا نه صنف خاصی و لا اعتبار بحمله علی الشخص هنا اونجایی که حمل میشود بر شخص محمول است برای اشخاص زیدو و تقیو و نقیو مثلا انسانن لان موضوعات مباحث الجدل کلیات بحث جدل بحث کلیات بحث علمی است ما بحث روی موضوعات خاص نداریم روی جزئیات نداریم یعنی مباحث جدل ارزش چندانی ندارد در واقع بحث جزئیات ارزش چندانی ندارد که در بحث جدل مطرح بشن و اما سنف فحمله علیه اون که سنف باشد یعنی نوع را حمل کنیم بر اسناف مثلا علما انسانون این انسانون را اگر نسبت به سلف در نظر بگیریم از قبیل عرضی میشن نسبت به معروض خودش یعنی اون اعراضی که یا مساوی با موضوع و یا اعم و پس علا ایهالین مشمول اون دو سنخ عرضی میشوند که قبلا مطرح شد در اون چهار قسم و اما, و اما سنف حمل نو علیه حمل نو بر سنف به مسابت حمل لوازم این به مسابه حمل عرضی بر معروض لان نو لیس نو ان چون نو نوع برای صنف نیست تا ذاتی به حساب بیاد برای صنف بلکه برای صنف از, از قبیل عرضی عام مثلا وقتی میگید علما انسانون انسانیت برای علما از قبیل عرضی عام مانند این است که بگیم انسان ماشین پس مشمول همون قسم اعراضی میشه که قبلا مطرح شد فیت خلو نو من هازه الجهه فی باب العرض از قبیل اعراضی عرز... عراز... میشود که عام بود برای موضوع در نتیجه تمامی مباحث جدل منحصر می شود به چهار بحث بحث حد و رسم و جنس و خاصه اینها مجموع مباحثی هستند که برای جدلی مطرح خواهد شد حالا عرض کردم که در ادامه تعمیم های فراوانی برای این بحث مطرح می کنند که بیانگر این است عملا که این دستبندی و این تقسیم بندی از مباحث جدل تقسیم در واقع دستبندی شامل و جامع نخواهد بود انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا رب یا قهر اسمع دعایی ندائی بالهاد المختار بحقهم يا متعال أحسن ما أبي أحسن ما أبي